دلتون میخواد یه مایکروویو داشته باشید که وقتی غذا رو داخلش میذارید یه دکمه رو فشار بدید و غذا یک نواخت و کامل پخته شه و طعمش هم حفظ بشه؟ یا اصلا یه تیکه گوشت یخ زده رو داخلش بذاری خیلی یک نواخت یخ همه قسمتاشو آب بکنه؟ نمیدونم، شاید فکر کنید بابا همه مایکروویو بابا باید اینو داشته باشن دیگه، چیز خاصی نیست. اما نه، مایکروویو نئوشف LG همونیه که میخواید، کلی قابلیت باحال داره که همش داخل این ویدیو بهتون میگم. ما هم یه پیتزای اینجا تدارک دیدیم، دور هم دیگه گفتیم بذاریمش داخل مایکروویو، همین که دارم اجرا میکنم اون پشت واسه خودش بپزه و بعد از اینکه اجرا تموم شد حالا یه جای شما خالی ما اینو بزنیم به بدن. حالا فقط من اینو گذاشتم داخل این ظرف، اگه اجازه بدید من روغن بیارم کف ظرف رو میگم بعد چرب کنید و یه دونه هم ترفند باحال بهتون بگم که من خودم انجام میدم، به نظرم باحاله. این سه پایه خیلی به کار میاد. بعد اینجا من یه ترفند به شما یاد بدم عشق بکنید. یه لیوان بردارید نصف آب سرد پر کنید، اینو بذارید زیرش، تموم شده رفت. درش رو میبندیم. اینجا میریم رو مودای مختلفش که من در ادامه ویدیو بهتون میگم که چه مودایی داره. میذارم رو حالت ترکیبی شماره 1، زمانش هم میذارم روی حدود به نظرم 10 دقیقه خوبه. بذار حدود 8 دقیقه تا 10 دقیقه واسه خودش استارت بشه. این الان 10 دقیقه دیگه باید آماده باشه. ما تو این 10 دقیقه از مشخصات دیگه‌اش بهتون میگیم. خب جونم براتون میگه بچه‌ها، این مایکروویو نئوشف LG اسم کاملش MH265 CIS، رنگ نقره‌ایش اینه. مشکیشو بخوای میشه DIS. یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین های در واقع بازاره. با اینکه ابعادش یکمی خب در واقع کوچیک‌تر شده از نسل قبلی، اما گنجایشش بیشتر شده. 42 لیتریه. کلاً 31 تا 49 لیتری داره. واسه یه خانواده 3 تا 5 نفره اینا اوکی هست. بعد داخلش یه چراغ LED داره. این 3 برابر نوردهی بیشتری نسبت به نسل قبلی داره و شما میتونی وضعیت غذا رو بدونین که بخوای درش رو باز بکنی خیلی بهتر از قبل ببینی. آها، یه چیز دیگه هم بگم در مورد تمیز کردنش. LG میگه آقا من یه قابلیت داخلش گذاشتم، داخل محفظه فر یه چیزایی به کار بردم که اجازه میده خیلی راحت‌تر سریع‌تر از قبل تمیزش بکنی. اون لکه چربی و اینجور چیزا داخلش میمونه، خیلی راحت‌تر سریع‌تر تمیز بشه. یه اسم باحالی هم واسش گذاشته بچه جونم براتون، میگه اسمش ایزی کلین هست. بله، خیلی راحت‌تر تمیز میشه دیگه، مثلا نسبت به مایکروویو های قبلی راحت تر تمیز میشه. اما بچه‌ها، اصلی ترین قابلیت این مایکروویو، همین که داره پیتزامون پخته میشه، بعد بهتون بگم که اینورتر هوشمندشه که دیگه نباید نگران اون یخزدایی اون مواد غذایی منجمدتون باشید. دقیقاً دما رو با کنترل کردن دما غذا رو گرم میکنه و به صورت یک نواخ یخزدایی میکنه. ببین بچه‌ها، داستان اینه که تو مایکروویو عادی وقتی شما دستگاه رو واسه یخزدایی روشن میکنی چند لحظه با تمام توانش کار میکنه، چند لحظه هم اصلا هیچ توان حرارتی نداره، یعنی حالت روشن خاموش داره، اونقدر تکرار میکنه که در نهایت تایمر به صفر برسه. اما توی مایکروویو نئوشف LG میاد به طور دقیق و متغیر توان دستگاه رو دما رو تنظیم میکنه. حالا نتیجه چی میشه؟ بذار نتیجه رو با یه مثال بگم. شما فرض کنید یه کدو رو بذارم کنار. آقا شما مثلا یه تیکه گوشت یخ زده داری، میخوای یخ زدایش بکنی. توی مایکروویو عادی چون مدام دستگاه داره روشن خاموش میشه، خروجی کار اینه که مثلا گوشه های این گوشت ما رسما پخته ولی وسطش هنوز یخ زده است. اما نئوشف میاد مثلا یه مقدار توان 1200 وات کار میکنه، بعد نمیدونم میاد رو 800 وات، همینطور میاد پایین‌تر مثلا 300 وات. نتیجه این میشه که گوشت به صورت کامل یک نواخت همه جاش یخ زدایی میشه و دیگه مثلا یه جایش یخ زده باقی نمیمونه. LG میگه با این کار یخ زدایی با یک نواختی 93% انجام میشه. غذا کامل‌تر پخته میشه و طعمش هم حفظ میشه. قدرتش رو میتونیم توی 4 تا صد تعیین بکنیم که با توجه به اینکه حالا چی رو میخوایم یخ زدایی بکنیم، ما میم انتخابش میکنیم. مثلا گوشت چرخ کرده است، نمیدونم گوشت مرغ، ماهی، میگو، اصلا نون، اصلا وزنش هم مشخص میکنی و استارت رو میزنی و دیگه در واقع با توجه به اینکه شما داخلش چی گذاشتی و وزنش چقدره بهت یه زمانی میده، مثلا میگه که برو مثلا 10 دقیقه دیگه من اینو برات دیفراست میکنم، عشق بکن. عروس کبرا خانومو دیدی؟ وای، ناخوناشو دیدی کجا رفته کار کرده؟ موجهاش برای خودش بود لامصب، دو تا پلک میزد میرفت بالا. این کدو جدید داره دیدی؟ نه. پوستاشون لامصب، انگار آووکادوه. کادو. حالا کی از یه غذای گریل شده که همزمان ترد و آبدار هم باشه بدش میاد؟ قابلیت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم اینفراریت هیتینگه که خیلی باحاله بچه ها. المنت گرمایشی مادون قرمز
در واقع کاربر رو از فرایند پری هیتینگ بی نیاز میکنه و پخت غذا رو 22% هم سریع‌تر میکنه. ال جی میگه با گرمایش مادون قرمزش، یعنی همین سیستم اینفراد هیتینگ، غذا میتونه به طعم گریل شده دست پیدا بکنه بدون اینکه تو دل طبیعت و پای منقل اینا باشی. با اینفراد هیتینگ هم عطر و طعم واقعی غذا حفظ میشه و همین که همزمان اون غذایی که داخلش میذاری که دارم میگم گریل میشه، همچنین ترد و آبدارم میشه. شما برشو ببین بنازم. این مایکروویو حالت‌های پخت مختلفی داره: مایکروویو، گریل و ترکیبی. مایکرو که واسه گرم کردن غذاش استفاده می‌کنیم، می‌تونیم توانش رو از 200 تا 1200 وات بذاریم، حالا بعدش دیگه تایمش رو مشخص بکنیم که چقدر می‌خوایم با این توان بپزه و در واقع گرم بشه. واسه حالت گریل هم که از این پایه استفاده می‌کنیم و مدت زمان رو مشخص می‌کنیم تا غذایی که روی سپایه گذاشتیم همچنین ترد و آبدار بشه. ما پیتزامون هم روی همین سپایه گذاشتیم. ترکیبی هم مشخصه دیگه، ترکیب ماکرو و گریله که سه تا آلت داره و قدرت‌هاشون با هم دیگه فرق میکنه و دیگه جونم براتون میگه که مثلا دیگه زمانم براش تعیین میکنی و دیگه میره واسه خودش کارشو انجام میده. ال جی بچه‌ها میگه که با کنترل دقیق دما، مایکروویو نئوشف میتونه 1.5 برابر سریعتر از دستگاه‌های عادی گرما رو روی سطح وسیعی از مواد غذایی پخش بکنه. مثل این مواد غذایی که پشت سر من هست و داره جلیز بریز میکنه دیگه. فکر کنم الان یه 20 ثانیه باش فاصله دارین که پیتزا رو ما تحویل بدیم. بچه‌ها میتونید توی در واقع دمای پایین‌تر مواد غذایی رو بپزید و مثلا به قول خود ال جی باهاش ماست هم درست کنید والا و لذت طعم خونگی ماست رو بچشید، یا مثلا اصلا سبزیجات رو سالم بخارپز بکنید. اینا تو بخش اینورتر کوکه که میشه برای کارهای مختلف ازش استفاده کرد. من اصلا یه چیزی رو بگم بچه‌ها، شما در مایکروویو رو که باز بکنید یه راهنمای استفاده ازش وجود داره، یعنی برنامه‌ای مختلفی داره که همه رو نوشته. مثلا تو بخش اینورتر کوک سه تا حالت داریم. اولیش رو میشه برای سرخ کردن ازش استفاده کرد، دومی آب کردن مثلا شکلاتی کره چیزی، سومی یخ زدایی و پختن با هم دیگه است، چهارمی واسه ماست درست کردن و پنجمی واسه گرم نگه داشتن غذا است. مثلا شما مهمون داری میخوای غذات گرم بمونه، یه ساعت یه ساعت و نیم این کارو انجام میده. پس دیگه باید انتخاب بکنی که در واقع چه کاری میخوای با مایکروویو انجام بدی، اون حالت مناسب رو پیدا بکنی. مثلا من پیتزا پختم، حالت ترکیبی شماره 1 گذاشتم. اگر پیتزام یخ زده بود و میخواستم یخ زدگیش از بین بره، در واقع دیفراستش بکنم، باید بپزه هم و میرفتم سراغ بخش اینورتر کوک و اون قسمت مناسب رو انتخاب میکردم و این میشه در واقع اون نهایت، در واقع اون کاری که ما میتونیم با مایکروویو انجام بدیم. من الان یه 8 دقیقه 10 دقیقه یه ربعی هست دارم اجرا میکنم. امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه براتون. برای من که بیشتر بوی پیتزا بوده و فعلا خیلی خروجی خاصی نداشته و یه کدویی که هنوز نتونستم کامل برش بزنم. اما خلاصه آقا مایکروویو نئوشف ال جی رو من سعی کردم تمام قابلیت‌های خفنی که داره رو بهتون توضیح بدم، باهاش آشنا بشید. امیدوارم که ویدیوی مفیدی بوده باشه براتون و قیمتش هم بگم حدود 8 تا 10 تومانه، یکی از پرفروش‌ترین‌ها و بهترین‌های بازار در حال حاضر که ما داریم ویدیو رو ضبط می‌کنیم. و ما دیگه با اجازهتون بریم سراغ برش پیتزا و یه اسلایسی بزنیم دیگه، جای شما خالی. امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. خدافظی کنم دیگه، پشت سن میگم پاشم برم. اگر سوالی باقی مون جاش توی کامنت هست. مراقب خودتون باشید و خیلی مخلصیم.